1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت ششم جهل قدرت است در تمام دوره زندگی بشر که تاریخ آن ضبط شده است و شاید از عصر حجر جدید سه طبق مردم بر روی زمین زندگی می کردند. عالی، متوسط، پایین. این طبقات نیز به نوبه خود به طرق گوناگون به طبقات فرعی دیگری تقسیم شدند و چه طبقات اصلی و چه طبقات فرعی در طی قرون نامهای گوناگونی به خود گرفته و نظریات مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا کردند ولی تشکیلات اصلی اجتماع هرگز تغییری نیافته است. و با آنکه تغییرات عظیمی در سراسر تاریخ روی داده و تحولات ظاهرا شکست ناپذیری به وجود آمده سازمان اجتماع درست مثل اقربه قطب نما که به هر طرف چرخانده شود بار دیگر در جهت شمال می ایستد شکل اصلی خود را بازیافت است. وینستون پرسید بیداری؟ بله عشق من گوش میدم ادامه بده عالیه. وینستون به خواندن ادامه داد. هدفهای این سه طبقه کاملا آشتی ناپذیر است. هدف طبقه عالی آن است که وضع و مقام خود را حفظ کند. طبقه متوسط می‌کوشد که جای طبقه عالی را بگیرد. و هدف طبقه پست و پایین اگر هدفی داشته باشد این است که تمام امتیازات را از میان ببرد. و اجتماعی ایجاد کند که در آن همه افراد بشر حقوق مساوی داشته باشند البته اگر طبقه پست هدفی داشته باشد زیرا این طبقه به حدی بر اثر کار طاقت فرسا و کشنده کوبیده و خرد شده که جزگاه و بیگاه و به طور کاملا اتفاقی متوجه آنچه که خارج از محیط زندگی روزانش می گذرد نمی شود و این از خصایص اصلی این طبقه است. به این ترتیب در سراسر تاریخ مبارزه‌ای که خطوط اصلی آن هیچگاه تغییر نکرده مرتبا تکرار شده است اغلب طبقه عالی برای مدتهای مدید بدون منازع قدرت را در دست داشته ولی دیر یا زود همیشه هنگامی فرا رسیده که این طبقه یا اعتقاد و اعتماد به خود و یا ارزه و کفایت حکومت و یا هر دو را از دست داده است. در چنین صورتی طبقه متوسط که با تظاهر به مبارزه در راه آزادی و عدالت طبقه پایین را هم با خود همراه می کند طبقه عالی را واژگون کرده است. اما همین طبقه متوسط به محض آنکه به هدفهای اساسی خود رسیده طبقه پایین را به جای اول رانده و خود جای طبقه عالی را گرفته و در همین حال یک طبقه متوسط جدید نیز از یکی از طبقات یا از هر دوی آنها به وجود آمده و بار دیگر مبارزه از نو شروع شده است. از این سه طبقه طبقه پایین هرگز حتی به طور موقت هم در تأمین و رسیدن به اهداف خود موفق نشد. البته اقراق است اگر بگوییم که در طول تاریخ از لحاظ مادی پیشرفتی حاصل نشده است. و حتی در حال حاضر هم که دوره سقوط و انحطاط را طی کنیم فرد متوسط بشری از لحاظ مادی نسبت به فرد چند قرن پیش زندگی مادی بهتری دارد اما پیشرفت هایی که از نظر افزایش ثروت و یا بهبود طرز رفتار مردم نسبت به هم حاصل شده و انقلابات و اصلاحات هیچ یک نتوانستند حتی یک میلیمتر فاصله بین طبقات را از میان ببرند و تصاوی بیشتری به وجود آورند و از نظر طبقه پایین هیچ تغییر تاریخی مفهومی بیش از تغییر نام اربابها نداشته است. در اواخر قرن نوزدهم تکرار این وضع برای بسیاری از متفکرین آشکار و روشن شده بود. به همین دلیل در آن روزگار مکاتب سیاسی خاصی پیدا شد که طرفداران آن تاریخ جهان را عبارت از وقایع می دانستند. و مدعی بودند که توانستند این اصل را کشف کنند که عدم تصاوی قانون تغییر ناپذیر زندگی بشری است. البته این نظریه و عقیده همیشه طرفدارانی داشت. ولی طرح آن به شکل جدید تغییر قابل توجهی به شمار می رفت. در گذشته اصل احتیاج به یک اجتماع طبقاتی نظریه و ایده خاص طبقه عالی به شمار می رفت. و از طرف سلاطین، اشراف، کشیشان و قزات که توفیلی اشراف بودند تبلیغ می شد. این دسته ها زندگی رنج بار را با این وعده که رنج‌های جهانی در دنیای خیالی پس از مرگ جبران خواهد شد برای طبقات پایین تا حدی قابل قبول می‌کردند طبقه متوسط نیز تا هنگامی که قدرت را در دست نداشت و برای به دست آوردن آن مبارزه می‌کرد همیشه از کلمات آزادی برابری و برادری استفاده مینمود نکته اینجا بود که فکر برادری و برابری بشر فقط از طرف کسانی پشتیبانی میشد که هنوز بر اوضاع مسلط نشده بودند ولی امیدوار بودند که به زودی تسلط خود را بر آن احراز کنند اما طبقه متوسط نیز بعد از آنکه تحت عنوان برابری انقلاب های خونینی به پا کرد و سازمان قدیم را واژگون ساخت سازمان مطلقه و ظالمانه جدیدی که بر اساس سازمان طبقاتی بود جانشینان کرد و به این ترتیب طبقه متوسط نیز علاقه خود را به نظام طبقاتی اجتماع اعلام کرد. سوسیالیسم نیست که در اواخر قرن نوزدهم بروز کرد و آخرین حلقه زنجیر افکاری است که تاریخ آن به قیام بردگان در زمان قدیم برمیگردد کاملا با عقاید خیالی و اوتوپیای اصرهای گذشته که طرفدار برابری بود آلوده شده بود. اما در هر یک از انواع جدید سوسیالیسم که از 1900 به بعد ظهور کرد هدف برقراری آزادی و برابری بیش از نوع قبلی مورد انکار قرار می گرفت و متروک تر می شد. تا آنکه تمام نهزت هایی که در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمد چه نهزت سوسانگ در اوشینیا چه نهزت نئوبولشویزم در اوراسیا و پرستش مرگ در ایستیشیا همه با آگاهی تاریخی خاص و توجه به لزوم اصل عدم تساوی دارای دو هدف اصلی هستند که کاملا آگاهانه اتخاذ شده و آن عبارت از عدم آزادی و عدم تساوی است البته این نهضت های جدید دنباله و ناشی از نهضت های قدیم است و سعی شده است که به نام آن نهزت ها نامیده شده و وانمود شود که پیرو عقاید و ایدئولوژی نهزت های قدیمی است. اما هدف همه این نهزت ها آن است که توسعه و پیشرفت را متوقف و تاریخ را در هر لحظه که خود میل دارند ساکن کنند تا اصل عدم تصاوی حفظ شود در ابتدا اجازه داده شد که حرکت پاندولی یک بار دیگر نیز به طور ضعیف ادامه پیدا کند ولی فقط همین یک بار و بعد است. طبق معمول طبقه عالی و حاکم باید جای خود را به طبقه متوسط بدهد که او به صورت طبقه عالی درآید اما این بار با یک استراتژی آگاهانه طبقه عالی با وجود حرکت پاندولی امکان یافت که قدرت خود را به طور دائم حفظ کند علت ایجاد این نظریه جدید همانطور که قبلا گفتیم تا حدی جمع شدن اطلاعات تاریخی و توسعه فکر توجه به تاریخ است که در قرون گذشته کمتر وجود داشت حرکت ادواری تاریخی در دوره جدید قابل درک و فهم شده بود یا حداقل چنین مینمود و وقتی چیزی قابل درک شد قابل تغییر نیز هست اما علت پنهانی و اساسی ایجاد این نهزت ها آن بود که در قرن بیستم برابری طبقات اجتماع بشر به علت پیشرفت امکان پذیر شده بود و این اجتماع طبقاتی را تهدید می کرد. دیگر احتیاج واقعی به امتیازات طبقاتی و اختلاف ثروت زیاد بین افراد جامعه وجود نداشت. عدم تساوی بهای به تمدن بود. اما با توسعه محصولات ماشینی این وضع تغییر یافت. و حتی اگر لازم بود که افراد بشر هر یک به یک نوع کار متفاوت مشغول باشند به هیچ وجه لزومی نداشت که در سطح اقتصادی و یا اجتماعی متفاوتی زندگی کنند به این جهت از دید کسانی که خود را برای به دست آوردن قدرت آماده کرده بودند تساوی بشر ایدئالی که به خاطرش مبارزه شود و قدرت به دست آید به شمار نمی رفت. بلکه این تصاوی خطری بود که باید آن را از بین برد. آرزوی یک بهشت زمینی و مدینه فاضله که در آن همه مردم برابر باشند و قانون و کار طاقت فرسا وجود نداشته باشد هزاران سال فکر و خیال بشر را به خود مشغول کرده بود و این آرزو حتی کسانی را هم که از تغییرات تاریخی سود نمی بردند تحت تاثیر قرار داده بود. وارسین انقلاب فرانسه، انگلیس و آمریکا خود تا حدی به شعارهای خود درباره حقوق بشر، آزادی بیان، تصاوی در برابر قانون و غیره معتقد بودند. و حتی اجازه میدادند که رفتارشان تا حدی تحت تاثیر این شعارها باشد. اما در دهه چهارم قرن بیستم تمام مذهب های فکری اصلی به صورت مذهب های فکری مطلقه در آمده بود. بهشت زمینی و مدینه فاضله درست در همان زمانی که پیدایش آن و ایجادش امکان پذیر شده بود مورد تختعه و بیاعتباری قرار می گره. هر تئوری سیاسی جدیدی به هر نامی که ظهور می کرد به طرف سیستم طبقاتی و نظامی باز می گشت. در حالی که در حدود سال 1930 آینده تدریجا تیره تر به نظر می رسید اقدامات و کارهایی که مدتها متروک شده بود و در بعضی موارد قرنها از متروک شدن آن میگذشت یعنی زندانی کردن بدون محاکمه استفاده از اسرای جنگی به عنوان برده کسب اعتراف به وسیله شکنجه و تبعیدهای دست جمعی نه فقط بار دیگر عادی شد بلکه حتی از طرف کسانی که خود را روشن فکر و مترقی می دانستند مورد دفاع قرار گرفت. پس از گذشت چندین سال جنگ های داخلی انقلاب ها و ضد انقلاب ها که در سراسر جهان صورت گرفت بالاخره تئوری سوسانگ و تئوری های رقیب آن به عنوان تئوری های سیاسی کامل و بدون عیب به جهان عرضه شد اما این تئوری ها تحت تأثیر سیستم هایی که آن را مطلقه مینامیدند و در دهه های قبلی قرن ظهور کرده بود قرار داشت و از مدتها قبل پیش بینی میشد که قیافه اصلی جهان که از میان هرج و مرج جاری آن زمان بیرون می آید چگونه خواهد بود همچنین این نکته هم روشن بود که چه نوع انسانهایی بر این جهان حکم روایی خواهند داشت طبقه اشرافیت جدید بیشتر شامل کارمندان عالی رتبه ادارات، علما، متخصصین فنی، رهبران های کارگری، متخصصین امور تبلیغات، جامعه شناسان، معلمین، روزنامه نویسان و سیاستمداران حرفه‌ای بود. این اشخاص که متعلق به طبقه متوسط حقوق بگیر و درجات بالاتر طبقه کارگر بودند در دنیای عقیم انحصارات صنعتی و حکومتهای متمرکز شکل یافته بودند. این دسته ها در مقام مقایسه با دسته های مشابه خود در قدیم کمتر به جمعآوری ثروت علاقه داشتند. زندگی لوکس کمتر آنها را تحت تاثیر قرار میداد. ولی در مقابل تشنه قدرت بودند. و از همه بالاتر بهتر از دیگر دسته های مشابه به ماهیت آنچه که انجام میدادند آگاهی داشتند. و بیشتر از تمام آنها مایل بودند که مخالفین خود را خورد کنند. این اختلاف اخیر بیش از اختلاف های دیگر اساسی بود. و تمام ظلم های قرون گذشته در مقام مقایسه با آنچه که در عصر جدید صورت می گرفت ناچیز و بی اهمیت می نمود. طبقه حاکم همیشه تا حدی تحت تأثیر عقاید آزادی خواهانه بودند و رضایت می دادند که در بعضی موارد تخطیهایی از مقررات بشود. فقط به مسائل بزرگ توجه می کردند. و افکار زیردستان از نظر ایشان قابل توجه و نگرانی نبود حتی کلیسای کاتولیک قرون وسطا در مقام مقایسه با وضع جدید چندان خشن به نظر نمی رسید یک علت عمده این بود که در قرون گذشته حکومتها آن قدرت را نداشتند که جمعیت خود را تحت مراقبت دائمی قراردند البته اختراع چاپ تا حدی به آنها امکان داده بود که افکار عمومی را به میل خود مسله کنند و اختراع فیلم و رادیو رسیدن به این منظور را ساده کرد اما با توسعه تلویزیون و پیشرفت فنی قابل توجهی که پس از آن حاصل شد و این امکان را به دست داد که فرستنده و گیرنده در یک دستگاه متمرکز شود زندگی خصوصی پایان یافت و پلیس می توانست هر فرد یا حداقل هر فردی را که از لحاظ اجتماعی ارزشی داشت. 24 ساعته تحت مراقبت و یا در معرض تبلیغات رسمی قرار داد. و در عین حال راه تمام ارتباطات دیگر را به روی او ببندد. و برای اولین بار این امکان به وجود آمده بود که نه فقط اطاعت کامل مورد نیاز دولت بلکه یک نوع عقیده متحدل شکل و یکسان به مردم تحمیل شود. پس از گذشتن دوره انقلابی دهه 1950 و 1960 بار دیگر مثل همیشه اجتماع به سه طبقه عالی متوسط و پایین تقسیم شد اما طبقه عالی دوره جدید برخلاف طبقات عالی گذشته فقط از روی غریزه اقدام نمی کرد بلکه کاملا به آنچه که باید برای حفظ خود انجام دهد آگاه این نکته از مدتها پیش روشن شده بود که بهترین راه تأمین حکومت برای یک عده معدود و ایجاد یک حکومت اولیگارشی اتخاذ یک سیستم مشترک است و عقیده بر این بود که وقتی امتیازات و ثروت به طور مشترک نصیب افراد طبقه حاکم شود به آسانی میتوان از آن دفاع کرد هدف محو مالکیت خصوصی که در عواست قرن بیستم صورت گرفت آن بود که ثروت را در دست عده بسیار کمتری متمرکز کند ولی با این اختلاف که عده جدید دسته‌ای را تشکیل میدادند و تیم بودند در حالی که مالکین قدیم توده بزرگ از افراد پراکنده بودند اما مسئله دائمی کردن یک اجتماع طبقاتی عمیقتر از این است فقط چهار راه برای سقوط یک طبقه حاکمه وجود دارد یا از خارج مورد حمله قرار میگیرد و شکست میخورد یا به حدی در حکومت عدم کفایت نشان می دهد که توده های مردم تحریک به انقلاب می شوند. و یا اجازه می دهد که یک طبقه متوسط ناراضی به وجود آید و یا آنکه اصولا اعتماد به خود و علاقه به حکومت را از دست میدهد. این چهار راه هیچ کدام به طور جداگانه و به تنهایی موجب سقوط حکومت نمی شود. بلکه به موجب یک اصل معمولی هنگام سقوط یک طبقه حاکم هر چهار عامل به نحوی در جریان دخیل هستند و هر طبقه حاکمی که بتواند در مقابل هر چهار عامل و یا طریق فوق مقاومت کند میتواند به طور مداوم به حکومت خود ادامه دهد اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که عامل نهایی روش معنوی و فکری خود هر هیئت حاکم است پس از نیمه اول قرن حاضر خطر اول در حقیقت از بین رفت زیرا هر یک از سه کشوری که اینک دنیا را بین خود تقسیم کردهاند به صورت یک کشور غیر قابل شکست در آمدند. و تنها راه فتح هر یک از این کشورها آن بود که در داخل این کشورها تدریجا تغییراتی به ضرر دولت به وجود آید. ولی روشن است که هر دولت نیرومندی به آسانی میتواند جلوی چنین تغییراتی را بگیرد. راه دوم نیز بیشتر به تئوری شباهت دارد. زیرا توده های مردم هیچگاه به دلخواه خود دست به قیام نمیزنند. و از این گذشته توده ها فقط به این دلیل که تحت فشار قرار گرفتند قیام نمی کنند. و در واقع تا هنگامی که اجازه داده نشود که معیاری برای مقایسه در دست داشته باشند حتی متوجه نمی که تحت فشارند. بحرانهای دوره اقتصادی هم که موجب بروز نارضایتی طبقه متوسط می حتی در دوره های گذشته نیز غیر لازم بود. و حالا هم به آن اجازه تکرار داده نمیشد. اما صرف نظر از این بحران ها حوادث عظیم و مشابهی روی می دهد که هیچ نوع اثر سیاسی ندارد. علتش هم آن است که راهی برای ابراز عدم رضایت وجود ندارد. و مسئله افزایش تولید هم که پس از کشف ماشین به صورت یکی از مشکلات ذاتی اجتماع درآمده بود و گاهی موجب نارضایتی عموم و تزلزل دولت ها شد به کمک جنگ های مداوم حل شده است. علاوه بر این به کمک این جنگ ها می توان روحیات و رفتار مردم را هم به جهتی که مورد نیاز است سوق داد برای همین از نقطه نظر طبقه حاکمه فعلی تمام خطرها از میان رفته تنها خطر حقیقی این است که یک دسته قابل و قادر و تشنه قدرت و بیکار به وجود آید و در میان خود هیئت حاکمه یک نوع افکار آزادی خواهانه و تردیدآمیز که باعث از بین رفتن اعتماد به خود می شود ایجاد شود. این مشکل در حقیقت یک مشکل فرهنگی است و با مسئله قال ریزی دائمی فکر طبقه مدیر و دسته وسیع تر اجرایی که زیر نظر مدیران مشغول کار است ارتباط نزدیک دارد. فکر توده های مردم را فقط باید از طریق منفی تحت تاثیر نگه داشت. با توجه به این سابقه اگر کسی هم قبلا اطلاعی در مورد طرز حکومت فعلی نداشته باشد حالا میتواند ساختمان عمومی اجتماع اوشینیا را درک کند در نوک هرم برادر بزرگ قرار گرفته است برادر بزرگ شکست ناپذیر و مقتدر است عقیده بر این است که هر موفقیتی هر پیشرفتی هر پیروزی هر اکتشاف علمی هر دانش و اطلاعی هر گفته عاقلانه هر شادی و تقوایی نتیجه مستقیم رهبری و الهام اوست هیچ کس برادر بزرگ را ندیده است او همیشه به صورت تصویری در روی آگهی های دیواری و یا به صورت صدایی در تلسکرین ظاهر می شود. همه ما می توانیم مطمئن باشیم که او هرگز نخواهد مرد و حتی درباره روز تولد او کسی اطلاعی ندارد. برادر بزرگ ماسکیست که حزب هرگاه میل کند خود را به وسیله آن به دنیا نشان می دهد. عمل برادر بزرگ این است که کانون ترس، محبت و پرستش و تنفر قرار گیرد. زیرا این احساسات بیشتر متوجه یک فرد می شود تا یک سازمان. پس از برادر بزرگ اعضای داخلی حزب قرار گرفتند که تعداد آنها به 6 میلیون نفر محدود شده و فقط دو صدم جمعیت اوشینیا را تشکیل می دهند. پس از اعضای داخلی اعضای خارجی قرار گرفتند که اگر اعضای داخلی را مغز حزب بدانیم می توانیم آنها را به طور عادلانه به دست حزب تشبیه کنیم پس از اعضای خارجی توده های کسیر کرولالی قرار گرفتند که عادتا به آنها کارگران می گویند و 85 درصد جمعیت اوشینیا را تشکیل می دهند و با تطبیق با طبقه بندی معمولی اجتماع که قبلا درباره آن صحبت کردیم می توان کارگران را طبقه پایین دانست اما جمعیت نواحی استوایی را از نظر اینکه دائما دست به دست می شوند نمی توان قسمت دائمی سازمان اجتماع تلقی کرد از لحاظ اصول عضویت در این سه طبقه ارسی نیست و کودکی که از پدر و مادر عضو داخلی حزب به دنیا می آید از لحاظ تئوری و نظری عضو داخلی نیست و ورود به هر یک از این طبقات مستلزم گذراندن آزمایش هایی است که در سن 16 سالگی به عمل می آید. از این گذشته تبعیض نژادی نیز در نظر گرفته نمی شود و هیچ ایالتی بر ایالت دیگر تسلط یا برتری ندارد. یهودیها سیاهان و اهالی آمریکای جنوبی که خون کامل سرخپوستها را دارند در عالیترین مقامات حزبی دیده میشوند و همچنین معمورین دولتی هر ناهیه ای از میان اهالی همان ناحیه انتخاب می شوند. و در هیچ یک از قسمت ها و نواهی اوشینیا اهالی بومی این احساس را ندارند که ناحیه آنها تحت استعمار قرار گرفته و سرنوشت آنها در یک پایتخت دوردست تعیین می شود. اصلا اوشینیا پایتخت ندارد و در رأس آن یک مقام تشریفاتی قرار گرفته که هیچ کس از محل زندگیش مطلع نیست و جز اینکه زبان معمولی محاورات آن انگلیسی و زبان رسمی آن زبان نو است به هیچ نحو و شکل دیگری تمرکز در آن دیده نمی شود. رهبران آن را خون یا عوامل دیگر به هم پیوند نداده بلکه فقط یک ایده و نظریه آنها را دور هم جمع کرده است اما این نکته نیز صحیح است که اجتماع ما طبقه بندی شده و این طبقه بندی آنقدر مستحکم است که در وهله اول ارسی به نظر می رسد. تداخل طبقاتی و خروج از یک طبقه و ورود به طبقه دیگر خیلی کمتر از دوره سرمایه داری و یا حتی دوره قبل از صنعتی شدن صورت می گیرد. بین دو گروه حزبی تداخل تا حدی اجازه داده می شود اما این تداخل محدود به حدی است و از ورود افراد ضعیف به داخل گروه اعضای داخلی جلوگیری می شود و خطر افراد جاه طلب گروه خارجی را با ارتقاء آنها و دخالتشان در گروه داخلی کم می کنند اما به افراد طبقه کارگر در عمل اجازه داده نمی شود که وارد حزب شود مستعدترین ایشان را که ممکن است هسته نارضایتی در میان بقیه کارگران قرار گیرند. به نحو سادهی به عنوان عناصر ناراحت و خطرناک به وسیله پلیس فکر از بین می برند. این حقیقت که حزب یک سازمان ارسی نیست خیلی زیاد به خونسا کردن قدرت مخالفین کمک کرده. در واقع اصل اساسی ادامه حکومت یک عده معدود قاعده ارسی از پدر به پسر نیست بلکه ادامه یک نوع نظر جهانی و یک نوع راه زندگی خاصی است که از مرده به زنده تحمیل می شود. یک طبقه حاکمه تا زمانی که بتواند جانشین خود را خود تعیین کند همچنان به حکومت ادامه خواهد داد حزب به دائمی ساختن خون علاقه ندارد بلکه به دائمی ساختن خود علاقه مند است اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد تا زمانی که سازمان طبقاتی به حال خود باقی میماند هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. انقلاب و یا هر نوع حرکت انقلابی در حال حاضر امکان پذیر نیست. از طبقه کارگر هیچ خطری متوجه سازمان اجتماع نیست. اگر آنها را به حال خود واگذارند نسل بعد نسل و قرن بعد قرن همچنان به زندگی ادامه خواهند داد کار خواهند کرد تولید نسل خواهند نمود و خواهند مرد و نه فقط تمایلی به انقلاب نشان نخواهند داد بلکه حتی فاقد قدرت فکری لازم برای درک این مطلب هستند که جهان و زندگی می تواند چهره دیگری جز آنچه که اکنون هست داشته باشد. در واقع دلیل اینکه به آنها آزادی فکر داده شده آن است که آنها اصلا دارای فکر نیستند اما برعکس در مورد افراد عضو حزب کوچکترین انحراف عقیده را حتی در مورد کم اهمیت ترین مسائل تحمل نمی کنند. یک فرد حزبی از گهواره تا گور زیر نظر پلیس فکر زندگی می کند. حتی هنگامی که در تنهایی به سر می برد نمی تواند به تنهایی خود اطمینان داشته باشد. هر کجا هست در خواب یا بیداری هنگام کار یا موقع استراحت در حمام و یا در بستر می توانند بدون اختار و حتی بدون اینکه خودش بداند او را تحت مراقبت قرار دهند هر کاری که او انجام دهد ندیده نخواهد ماند دوستان او نحوه تفریح و استراحتش رفتار او نسبت به همسر و فرزندانش حرکات صورتش در هنگام تنهایی کلماتی که هنگام خواب از دهانش بیرون میآید و حتی حرکات خاص بدنش همه و همه با کمال دقت تحت بررسی و مراقبت دائمی و دقیق قرار دارد و نه فقط سوء رفتار واقعی او بلکه هر حالت غیرعادی هر قدر هم کوچک باشد هر تغییر عادتی هر نوع حرکت عصبی که احتمالاً آرزه یک کشمکش درونی باشد مسلما، تحت تفتیش و بررسی واقع می شود. و او در هیچ جهتی از جهات زندگی حق آزادی انتخاب ندارد. اما از طرف دیگر رفتار و حرکات او با هیچ قانون یا قاعده منظم و روشنی مقید نشده. زیرا در اوشینیا قانونی وجود ندارد. و افکار یا رفتاری که اگر پلیس فکر کشف کند مجازات مرگ به دنبال می آورد رسما ممنوع نشده تصفیه های دامنه دار توقیف ها و زجر ها و شکنجه ها زندانی ساختن ها و بخار شدن اعضای حزب به عنوان مجازات جنایاتی که واقعا روی داده صورت نمی گیرد. بلکه برای از بین بردن اشخاصی صورت می گیرد که شاید در آینده دست به جنایتی بزنند. انتظار آن است که اعضای حزب نه فقط عقاید مورد انتظار بلکه قرایز مورد انتظار را هم داشته باشند بسیاری از عقاید و رفتار مورد توجه حزب هیچ وقت به طور روشن تشریح نمی شود. زیرا این امر مستلزم آن است که تضادهای ذاتی سوسانگ آشکار شود به هر حال تعلیمات روحی دقیقی که در زمان کودکی و در اجتماعات حزبی به جمعیت داده می شود موجب می شود که افراد حزب نه بخواهند و نه بتوانند که درباره افکار عمیق و یا هر موضوعی درست فکر کنند فرد حزبی هیچ وقت نباید احساسات و هیجانات خصوصی داشته باشد. انتظار آن است که او دائما در یک حال شور و هیجان دیوانوار ناشی از تنفر شدید نسبت به دشمنان خارجی و خائنین داخلی و علاقه به پیروزی و ناچیز دانستن خود در مقابل قدرت حزب به سر ببرد. نارضایتی های یک عضو حزب که ناشی از زندگی سرد و بیرو و فشارهای آن است به کمک سیاست هایی مثل دو دقیقه تنفر به جانب عوامل دیگر هدایت می شود و از میان می رود. افکاری که ممکن است به تردید یا انقلاب منجر شود قبلا و به کمک دیسیبلین دوران کودکی کشته می شود. اجتماع اوشینیا بر این عقیده استوار است که برادر بزرگ دارای قدرت خارق العاده است و حزب غیر قابل اشتباه است. ولی چون در واقع برادر بزرگ قدرت خارق العاده ندارد و حزب نیز غیر قابل اشتباه نیست. به تغییر لحظه به لحظه و خستگی ناپذیر حقایق و گذشته احتیاج پیدا می شود. تغییر گذشته به دو دلیل لازم است. اول اینکه عضو حزب درست مثل طبقه کارگر باید وضع زندگی روز را تحمل کند. و این کار فقط با نبودن وسیله‌ای برای مقایسه مقدور است. رابطه او با گذشته مثل رابطه او با خارجیان باید قطع باشد زیرا لازم است که او اعتقاد داشته باشد که نسبت به نسل‌های گذشته زندگی مرفه تری دارد و سطح متوسط رفاه مادی او دائما رو به ترقی است اما علت دیگر لزوم تغییر گذشته که اهمیت آن از اولی بیشتر است آن است که به این وسیله میتوان غیر قابل اشتباه بودن حزب را تضمین کرد فقط کافی نیست که سخنرانی ها آمار و اوراق بایگانی برای ازمیان بردن تناقض تغییر کنند بلکه هیچ نوع تغییر عقیده و اتحاد سیاسی هم نباید اعتراف شود. زیرا تغییر تصمیم یا تغییر سیاست در واقع اعتراف به ضعف است مثلا اگر استیشیا یا اوراسیا در زمان حاضر دشمن مملکت است باید تمام اسناد حاکی از این باشد که مملکت مزبور همیشه دشمن بوده است و اگر حقایق جز این باشد، باید حقایق را تغییر داد. و به این ترتیب تاریخ دائما از نو نوشته میشه. و این تغییر روز به روز و دائمی تاریخ که از طرف وزارت حقیقت اجرا می شود به اندازه سیستم جاسوسی که از طرف وزارت عشق اعمال می گردد برای صبات رژیم لازم است. کرولال بودن گذشته عقیده اصلی سوسانگ به شمار می رود. گذشته جز در اوراق بایگانی و کتاب ها و ذهن بشر در جای دیگری وجود ندارد. گذشته عبارت از آن چیزی است که ذهن مردم و اوراق بایگانی درباره آن توافق می کنند. و چون حزب بر اوراق گوناگون کتابها مجلات و نشریات تسلط کامل دارد و از طرف دیگر بر ذهن و فکر مردم نیز مسلط است می توان گذشته را به صورتی که حزب میخواهد تغییر داد حزب مالک مطلق حقیقت و منبع تناقضات است در حالی که یک نوع حس تحقیر شدید در میان اعضای حزب نسبت به طبقه کارگر به وجود می آورد را برای اعضای حزب انتخاب می کند که ده ها سال قبل کارگران صنایع می پوشیدند. به کمک یک سیستم قوی اساس خانواده را متزلزل می کند و در همان حال رهبر حزب را به نامی نامیده است که مستقیما احساس وفاداری خانوادگی را تشویق می کند. حتی نامهایی که برای وزارتخانه ها انتخاب شده با توجه به وظایف این وزارتخانه ها کاملا معکوس حقیقت است. کار وزارت صلح جنگ، کار وزارت حقیقت دروغ گفتن و جل، کار وزارت عشق زجر و شکنجه و کار وزارت فراوانی گرسنگی دادن است. این تناقضات اتفاقی نیست، بلکه اعمال تعمدی فکر مضاعف است زیرا فقط به کمک جمع کردن تناقضات است که می توان قدرت را برای مدت مدیدی حفظ کرد و از هیچ راه امکان نداشته که دور و تسلسل قدیمی را بشکنند اگر باید تصاوی بشر برای همیشه غیر ممکن شود و اگر باید طبقه عالی مقام خود را به طور دائم حفظ کند ناچار شرایط روحی و ذهنی باید دیوانگی قابل کنترل باشد وینستون همانطور که انسان گاه متوجه صدایی می شود متوجه سکوتی شد که اتاق را فرا گرفته بود. چنین به نظرش می رسید که گونهش روی دستش قرار گرفته و یک دست مو روی چشمهایش ریخته بود. سینهش آرام و مرتب بالا و پایین می رفت. جولیا جوابی شنیده نشد جولیا بیداری باز هم جوابی نیامد جولیا خوابیده بود کتاب را بست با دقت و احتیاط آن را کف اتاق گذاشت و بعد خوابید فکر کرد که هنوز راز اصلی و نهایی را درک نکرد میدانست چگونه اما نمیدانست که چرا فصل اول هم مثل فصل سوم کتاب چیز تازه‌ای به او نگفته بود فقط آنچه را که او قبلا میدانست منظم و مرتب کرده بود اما به هر حال پس از خواندن این فصول بهتر از هر وقت دیگر یک اقلیت یک نفره دلیل دیوانگی نبود. حقیقت و دروغ وجود داشت و اگر شخص حتی برخلاف سراسر جهان به حقیقت پایبند میشد باز هم دیوانه محسوب نمیشد یک شعاع زرد رنگ از آخرین اشعه خورشید غروب به طور مایل از پنجره اتاق داخل شده و به بالشت میتاب چشمهایش را بست. نور آفتاب که به چهرش میتابید یک احساس نیرومند اطمینان بخش و خوابالود به او میبخشید. فکر کرد که خطری متوجهش نیست و همه چیز بر وفق مراد است. در حالی که زیر لب زمزمه می کرد که عقل پایه آماری ندارد و فکر میکرد که این جمله یک گفته عمیق و پرمعناست به خواب رفت. وقتی از خواب بلند شد چنین احساس کرد که مدتی مدید در خواب بوده است. اما نگاهی به ساعت انداخت و متوجه شد که بیست و سی دقیقه است. مدت کوتاهی همانطور که در تخت خواب افتاده بود چرت زد. بعد صدای آواز معمولی از حیات زیر اتاق به گوشش رسید. فقط یک خیال بی نتیجه بود. مثل یک روز بهاری گذشت اما یک نگاه یک جمله و رؤیایی که برانگیخت قلب مرا رو بود. معلوم بود که این آهنگ هنوز علاق مندان خود را از دست نداده است. هنوز هم در اغلب نقاط کارگری این آهنگ به گوش میخورد. از آواز تنفر بیشتر عمر کرده بود. جولیا بر اثر صدای آواز از خواب بیدار شد. به حالت مردمان مرفه ای کشید و از تخت پایین آمد و گفت گرسنه نشدم. بهتر قهوه درست کنم. لعنتی. بخاری خاموش شده. آب سرده. بخاری را بلند کرد و آن را تکان داد و گفت نف نداره. شاید بتونیم کمی نفت از چرینگتون بگیریم. عجیب اینجاست که من اول خیال میکردم این بخاری پر نفته. باید لباسامو بپوشم. هوا سرد شده. وینستون نیز از جا بلند شد و شروع به پوشیدن لباسهایش کرد. صدای خستگی ناپذیر همچنان به گوش می رسید. می گویند که زمان همه چیز را درمان می کند. می گویند که می توانیم همه چیز را فراموش کنیم. اما خنده ها و گریه ها از پس دیوار زمان گوشواره های مرا می لرزانند. وینستون پس از آنکه کمربندش را محکم کرد به طرف پنجره رفت. آفتاب ظاهرا پشت خانه ها فرو رفته بود زیرا دیگر به داخل حیات نمیتابید. قلوه سنگ های کف حیات مرتوب به نظر می رسید و گویی چند لحظه پیش آن را شسته بودند. به نظر وینستون چنین می رسید که آسمان هم شسته شده است. زیرا فضای آبی رنگ بین لوله های بخاری خانه ها بی اندازه کم رنگ بود. زن بازو قرمز به نحوی که خستگی ناپذیر به نظر می رسید از این سو به آن سو می رفت. گیره ها را از دهان بر می داشت و به بند می زد. آواز می خواند و بار دیگر گیره های بیشتری به دهان می گذاشت. ساکت می شد و باز به سراغ تشت می رفت. وینستون به فکر فرو رفته بود که آیا او برای گذراندن زندگی خود رخشویی می کند؟ و یا آنکه پرستاری و رختشویی 20 یا سی کودک را به عهده دارد. جولیا نیز نزد او آمد. با هم با یک نوشیفتگی از بالا به زن تنومند خیره شدند. وینستون همانطور که به زن و به حرکات دستهای او که برای آویزان کردن رختها به بالا دراز میشد نگاه میکرد ناگهان برای اولین بار به نظرش رسید که او زیباست دوران زیبایی زودگذر او شاید یک سال طول کشیده ابتدا مثل یک گل شکفته شده و بعد مثل میوهی که به آن کود داده باشند ناگهان رشد کرده سخت و محکم و سرخ شده و بعد زندگیش سراسر و شاید برای مدت سی سال مداوم صرف رختشویی. ظرفشویی وصل پینه آشپزی جاروکشی واکس زدن تعمیرات مختلف ابتدا برای فرزندان و بعد برای نوه ها شده بود و در پایان این مدت او هنوز مشغول خواندن آواز بود احترامی که وینستون برای این زن در دل خود احساس می کرد. به نحوی با منظره پرید رنگ و بی عبر آسمان که از پشت دود های خانه ها تا فواصل پایان ناپذیر دامه می آمیخته شده بود. وقتی انسان به فکر می رفت، نکته عجیبی به نظرش می آمد. و آن این بود که آسمان چه در استیشیا، چه در اوراسیا و چه در اینجا برای همه مردم یکسان و یک شکل است. مردمی که در زیر آن زندگی می کنند، از بسیاری لحاظ به یکدیگر شباهت زیاد دارند و همه جا در سراسر جهان صدها و بلکه هزاران میلیون نفر از مردم جهان از وجود هم اطلاع هستند و دیوارهای تنفر و دروغ آنها را از هم جدا کرد در حالی که عیناً شبیه یکدیگرند همه آنها راه فکر کردن را یاد نگرفتند و در مقابل در قلب های خود و در شکمهایشان و عضلاتشان مشغول جمعآوری نیروی هستند تا روزی دنیا را واژگون سازند بار دیگر فکر کرد که اگر امیدی هست بسته به وجود کارگران است بدون اینکه کتاب را تا پایان خوانده باشد میدانست که این جمله باید پیام نهایی گلدشتاین باشد آینده متعلق به کارگران بود و آیا او وینستون اسمیت می توانست مطمئن باشد که هنگامی که نوبت به کارگران می رسد دنیایی که ایشان می سازند به اندازه دنیایی که حزب ساخته است با او دشمن نخواهد بود آری زیرا این دنیا حداقل دنیای عقل می بود و هر جا عقل هست تصاوی هم هست دیر یا زود واقع اتفاق می افتاد و قدرت جای خود را به هوشیاری می داد. فکر کرد که کارگران زوال ناپذیر هستند و وقتی به اندام شجاع زن داخل حیات نگاه می کرد نمی توانست در این نکته شک کند. آنگاه فکر کرد که بالاخره روزی میرسد که آنها بیدار شوند. و تا آن روز گو اینکه که ممکن بود این روز هزاران سال بعد باشد آنها در مقابل همه مشکلات مقاومت می کردند زنده می ماندند و مثل پرندگان نیرو و قدرتی را که حزب نمیتوانست در آن شریک شود یا آن را بکشد از بدنی به بدن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می ساختند. وینستون پرسید جولیا اون پرنده ای رو که روز اول کنار جنگل برای ما آواز میخوند یادته؟ اون برای ما آواز نمیخوند وینستون. برای خودش و به خاطر خودش میخوند. شاید حتی برای همین هم نبود. اون فقط آواز میخوند. پرنده میخواند. کارگران میخوانند و حزب نمیخواند در سراسر جهان در لندن و نیویورک در آفریقا و برزیل و در سرزمین های ممنوعه و اسرارآمیز آن سوی مرزها در خیابان های پاریس و برلین در دهکده ها و دشت های پایان ناپذیر روسیه در بازارهای چین و ژاپن همه جا همان هیکل و قیافه شکست ناپذیر به چشم میخورد که کار و تولید نسل او را قول پیکر کرده و از اولین روزهای زندگی تا پایان آن رنج میکشد اما هرگز از خواندن نمیایستد فکر کرد که بالاخره از میان این مردم قوی باید یک نژاد هوشیار به وجود آید ما مرده ایم و آینده از آن آنهاست اما اگر انسان می توانست همانطور که آنها بدن خود را زنده نگه می دارند ذهن و فکر خود را زنده نگه دارد و این ایده سری و مخفیانه را که دو دو تا چهار می شود از نسلی به نسل دیگر منتقل کند امکان داشت که بتواند در این آینده شریک شود وینستون گفت ما مرده ایم جولیا گویی بر حسب وظیفه صدای او را منعکس کرد و گفت ما مرده ایم. ناگهان صدای آهنینی از پشت سر آنها به گوش رسید. شما مرده اید. به سرعت از یک دیگر جدا شدند. گویی اعما و احشاء وینستون یخ بست و منجمد شد. به خوبی دید که دور چشمان جولیا ناگهان سفید شد. صورتش سفید و زرد شد. رنگ سرخ رژی که به گونه هایش مالیده بود گویی با پوست صورتش ارتباطی ندارد برجسته به نظر می رسید. صدای آهنین تکرار کرد. شما مرده اید. جولیا با صدای ضعیفی گفت پشت عکس بود؟ بله پشت عکس بود همونجا که ایستادین بیستید و تا هنگامی که دستور ندادم تکون نخورین شروع می شد بل شروع شده بود. قادر به هیچ کاری نبودند جز آنکه که ایستند و به چشمهای یک دیگر خیره شوند. فرار کردن و قبل از آنکه دیر بشود از خانه خارج شدن این طور فکرها اصلا به مغزشان خطور نکرد. عدم اطاعت از صدایی که از دیوار به گوش می رسید غیر قابل تصور بود. صدای گوش خراش به گوش رسید. گویی پیچی را باز می کردند. بعد شیشه شکست. قاب عکس به کف اتاق افتاد و تلسکرین از پشت آن نمودار شد. جولیا گفت حالا می ما را ببینن. صدا گفت حالا ما میتونیم شما رو ببینیم. وسط اتاق پشت به پشت بیستین. دستا پشت گردن. بدنها به هم تماس پیدا نکنه. بدنهایشان با هم تماس نداشت. ولی وینستون میتوانست احساس کند که جولیا سخت میلرزد. شاید هم لرزش بدن خودش بود. سعی کرد که از لرزش دندانها و برخورد آنها به هم جلوگیری کند ولی زانوانش را نمی توانست کنترل کند. صدای چکمه از داخل و خارج خانه به گوش رسید. چنین به نظر می رسید که حیات مملو از افراد گارد است. چیزی را از وسط حیات کشان کشان می بردند. صدای آواز زن ناگهان قطع شده بود. بعد صدای طویل برخورد یک حلبی به دیوار و کف حیات شنیده شد. مثل این بود که تشت رخت شویی را به سوی پرتاب کردند. و بعد صدای خشم ناک در هم و برهمی که به نعری ختم شد به گوش رسید. وینستون گفت خونه محاصره شده صدا گفت خانه محاصره شده وینستون صدای برخورد دندانهای جولیا را شنید جولیا گفت بهتره که با هم خداحافظی کنیم صدا گفت بله بهتر خداحافظی کنید و آنگاه صدای دیگری صدای زیری که وینستون تصور می کرد آن را قبلا شنیده است ناگهان به گوش رسید. راستی حالا که به اصل موضوع رسیدیم این شم میاد که بسترت رو روشن کنه و این تبر میاد که سرت رو قطع کنه. چیزی در پشت سر وینستون به شدت به تخت خواب برخورد کرد. سر یک نردبان به طرف پنجره پرتاب شده و داخل چارچوب قرار گرفته بود. کسی از پنجره بالا می آمد و بعد صدای چکمه های متعددی که به سرعت از نردبان بالا می آمدن به گوش رسید. اتاق مملو از مردانی شد که قیافه های در هم داشتند و اونیفرم سیاه رنگ و چکمه هایی که نوک آهنین داشتند پوشیده بودند و باتون در دست هاشان دیده می شد. وینستون دیگر نمی لرزید. حتی چشم هایش را دیگر تکان نمیداد. فقط یک چیز اهمیت داشت آرام و ساکت ماندن حفظ آرامش و سکوت کامل تا آنها بهانهای برای کتک زدن پیدا نکنند مردی که فکین بسیار نیرومند و مخصوص قهرمانان حرفهای مشتزنی را داشت و دهانش در میان این فکین صورت یک درز باریک را پیدا کرده بود لحظه ای جلوی او متوقف شد و باتون را در دستش به چرخش درآورد. وینستون به چشم او نگاه کرد. احساس برهنه بودن و اینکه دستها پشت گردن است و سر و چشم و صورت همه بلا دفاع مانده است غیر قابل تحمل بود. مرد نوک زبان سفید رنگش را بیرون آورد. جایی را که ظاهرا لبش بود لیسید و بعد از مقابل او گذشت. صدای گوش خراش دیگری شنیده شد. کسی قطع بلور را برداشته و آن را به طرف سنگ های دور بخاری پرتاب کرد. آن را خورد کرده بود. تکه کانون قطع بلور که شیشه قرمز رنگی بود و شباهت به قطع شیرینی های روی کیک داشت بیرون پرید. روی فرش کف اتاق قلتید. وینستون فکر کرد. چقدر کوچک. همیشه چقدر کوچک است. ناگهان نفسش بند آمد. صدایی از پشت سر شنید و بعد ضربه شدیدی به قوزک پایش وارد آمد که تعادلش را به هم زد. یکی از افراد با مشت محکم به شکم جولیا زد و او را مثل در جیب خم کرد. جولیا کف اتاق افتاده دست و پا میزد و نفسش بالا نمی آمد. وینستون جرأت نکرد که حتی صورتش را یک میلیمتر برگرداند. اما صورت جولیا که بر اثر ترس آبی رنگ شده بود گاهی در زاویه دید او قرار می گرفت. حتی در میان آن ترس و وحشت خورد کننده وینستون می توانست درد شدید جولیا را در بدن خود احساس کند. دردی که با همه زجری که به همراه داشت به اندازه کوشش و مبارزهی که جولیا به خاطر ادامه تنفس شروع کرده بود واجد اهمیت و فوریت نبود. وینستون به خوبی مفهوم این مبارزه را درک می کرد. درد زجر دهنده و وحشت انگیز به جای خود بود اما جولیا هنوز نمی توانست از آن رنج ببرد. زیرا قبل از هر چیز لازم بود که بتواند نفس بکشد. بعد دو نفر از افراد شانه و پاهای او را گرفتند و از زمین بلند کردند و مثل یک کیسه از اتاق بیرون بردند. وینستون از بالای سر جولیا نگاهی به صورت او انداخت. چهرش زرد و مسخ شده، چشمهایش بسته بود و هنوز آثار رژ بر هایش دیده میشد. و این آخرین باری بود که وینستون او را میدید. مثل مرده ساکت ایستاده بود. هنوز او را کتک نزده بودند. افکاری که کاملا به طور خود به خود به مغزش راه میافت و کاملا غیر قابل توجه به نظر می رسید ذهنش را به خود مشغول کرد فکر کرد که آیا چرینگتون را گرفتند؟ به سر زن رخت شوی چه آمده؟ متوجه شد که سخت ادرارش گرفته و به یک نوع تعجب ضعیف دچار شد زیرا دو ساعت پیش ادرار کرده بود و آنگاه متوجه شد که ساعت روی بخاری ساعت نو یعنی بیست و یک را نشان می دهد. اما هنوز نور روز قوی بود. آیا نمی بایست در ساعت نه شب در یک روز ماه مرداد آفتاب غروب کرده باشد. فکر کرد که شاید او و جولیا زمان را اشتباه کرده و دوازده ساعت تمام خوابیدند و هنگامی که از خواب بیدار شدند ساعت هشت و نیم صبح روز بعد را به عوض ساعت هشت و نیم شب گرفتند. اما بیش از این در این باره فکر نکرد. موضوع جالب توجه نبود. صدای پای دیگری که این بار سبک بود از راه پله به گوش رسید. چرینگتون وارد اتاق شد. طرز ایستادن مردان سیاه پوش ناگهان تغییر کرد و معدبانه شد. حتی در قیافه چرینگتون نیز تغییر و دگرگونی ایجاد شده بود. چشمانش به خورد شیشه ها و قطعات بلور خرد شده برخورد کرد. آنگاه با صدای خشن و بلندی فریاد کشید. این خورد شیشه ها رو جمع کنید. یکی از افراد به اطاعت از او خم شد. لحجه قدیمی ناپدید شده بود و وینستون ناگهان به یاد آورد که صدایی که چند لحظه پیش از تلسکرین شنید صدای که بود است. چرینگتون ژاکت قدیمی مخمل خود را هنوز به تن داشت ولی موهایش که سفید بود سیاه شده بود علاوه بر این عینک هم نزده بود آنگاه گویی میخواهد هویت وینستون را چک کند نگاه تندی به او انداخت و بعد دیگر به او توجهی نکرد قیافه او هنوز به آسانی قابل شناسایی بود ولی دیگر همان چرینگتون روزهای قبل نبود خمیدگی های بدنش از بین رفته بود و اندامش بزرگتر به نظر می رسید. در چهرش تغییرات خیلی کوچک پدید آمده بود اما همین تغییرات قیافش را به کلی تغییر داده بود. ابروهای سیاهش مثل سابق پرمو نبود. چینهای صورت از میان رفته و گویی تمام خطوط قیافه جای خود را تغییر داده بود. حتی بینیش نیز کوتاهتر به نظر می رسید. این قیافه جدید قیافه هوشیار و سرد مردی بود که بیش از سی و پنج سال نداشت. و وینستون متوجه شد که برای اولین بار در زندگی خود با اطلاع کامل به چهره یک فرد پلیس فکر نگاه می کند. بخش سوم نمیدانست در کجاست. شاید به وزارت عشق آمده بود. اما هیچ راهی برای فهمیدن این احتمال وجود نداشت. خود را در سلولی میدید که سقف بلندی داشت. دیوارهایش با یک نوچینی عالی که درخشندگی خاصی داشت پوشانده شده بود. چراغهای ناپیدا سلول را با نور سردی درخشان ساخته بود و صدای آهسته و مداومی که ظاهرا مربوط به دستگاه تهویه بود به گوش می رسید. دور تا دور اتاق یک نیمکت طویل که شباهت به تاقچه داشت و در اتاق آن را قطع می کرد دیده می شود. در بالای اتاق مقابل در مستراح به چشم میخورد ولی تخته مخصوص پوشاندن در آن را برداشته بودند. چهار تلسکیرین روی دیوارهای سلول کار گذاشته شده بود. درد مبهمی در شکم خود احساس می کرد و این درد از آن هنگام که او را در داخل اتومبیل سرپوشیده گذاشتند و به راه افتادند همچنان او را آزار میداد. اما گرسنه هم بود. یک نوع گرسنگی شدید و ناسالم. شاید 24 ساعت و شاید هم 36 ساعت میگذشت که چیزی نخورده بود. هنوز هم نمیدانست. و شاید بعد از این هم هرگز نمی توانست بداند که آیا هنگامی که او را دستگیر کردند صبح بود یا شب. به هر حال از آن هنگام که دستگیرش کرده بودند به او قضا نداده بودند. روی نیمکت باریک ساکت و بی حرکت نشسته و دستهایش را روی زانوانش گذاشته بود. در همین مدت کوتاه یاد گرفته بود که چگونه باید بی حرکت نشست. اگر حرکات غیر منتظری از او سر میزد از تلسکرین فریاد و نعره میکشیدند و اعتراض میکردند اما گرسنگی تدریجا به او فشار میآورد و آنچه که در این ساعت بیش از هر چیز دیگر آرزویان را میکشید یک قطع نان بود. تصور می کرد که مقداری خورده نان در جیب روپوشش وجود دارد. حتی احتمال داشت. این فکر به این علت به مغزش رسیده بود که گاه گاه چیزی به رانهایش می خورد. حتی احتمال داشت که این قطع نان بزرگ و قابل توجه باشد. بالاخره وسوسه کشف این امر به ترسش فائق آمد و دستش را به جیب برد. صدایی نر زنان گفت اسمیت اسمیت شست هفتاد و نه دستا رو تو سلول تو جیبشون نمی کنن. دوباره بی حرکت نشست. دستهایش را به روی زانوها گذاشت. قبل از اینکه او را به اینجا بیاورند به محل دیگری که ظاهرا زندان عادی و یا توقیفگاه موقت بود برده بودند اما نمیدانست که چه مدت او را در آنجا نگه داشته بودند و در هر حال این مدت به چند ساعت می رسید. و چون در آن زندان ساعتی وجود نداشت و نور هم به آن نمیتابید تشخیص گذشت زمان امکان پذیر نبود. جای شلوغ پر سر صدا و بدبویی بود. زندان مزبور نیز شباهت به سلول فعلی داشت ولی به نحو عجیبی کثیف و محو بود همیشه ده تا پانزده نفر در آن بودند اکثریت این عده از مجرمین عادی بودند ولی در میان آنها چند نفر زندانی سیاسی هم دیده میشد ساکت و بی حرکت نشسته به دیوار تکیه داده بود و از این طرف و آن طرف سایر زندانی ها به او فشار می آوردند. ترس و درد شکمش بیش از آن بود که بتواند به وضع اتاق توجهی کند. اما متوجه شده بود که بین طرز رفتار زندانیان حزبی و زندانیان دیگر چه اختلاف حیرت انگیزی وجود دارد. زندانیان حزبی ساکت و وحشت زده نشسته بودند. ولی زندانیان عادی به نظر می رسید که برای هیچ چیز و هیچ کس اهمیتی قائل نبودند. فریاد می زدند، نره می کشیدند، به مراقبین زندان فوش و ناسزا می گفتند، و وقتی چیزی از آنها دزدیده میشد به شدت شروع به دعوا میکردند کلمات زشتی روی کف اتاق می نوشتند و غذاهایی را که به نحو حیرت انگیز و اسرارآمیز در قسمت های مختلف لباس خود مخفی کرده بودند بیرون می آوردند و می خوردند. حتی هنگامی که تلسکرین سعی می کرد آنها را آرام کند با صدای هولانگیزی فریاد می کشیدن. خفه شو. اما بعضی از آنها نیز به نظر می رسید که با مراقبین زندان دوست هستند. آنها را به نام کوچک صدا می کردند و از سوراخ کوچک در زندان به آنها سیگار تعارف می نمودند. مراقبین نیز رفتار زندانیان عادی را تا حدی تحمل می کردند. و حتی وقتی می نسبت به آنها خشونت نشان بدهند این خشونت چندان شدید نبود. درباره اردوگاه های کار اجباری که همه انتظار داشتند به آنجا فرستاده شوند زیاد صحبت می شود. و وینستون پس از شنیدن گفتگوهای مختلف به این نتیجه رسید که اردوگاه کار اجباری تا هنگامی که شخص راه کار را می داند و ارتباطات خوبی دارد محل چندان نامناسبی نیست. می گفتند که در اردوگاه های کار اجباری رشوه، تبعیز، انواع تقلب و کلاشی، روابط جنسی بین همجنسان و فحشا وجود دارد. و حتی می الکلی را که از سیب زمینی گرفته می شود به طور قاچاق وارد اردوگاه کرد و مشاقل و مقاماتی که لازمه ارجاع آن وجود اعتماد است به مجرمین عادی مخصوصا گانگسترها و قاتلین که در اردوگاه یک طبقه اشرافی را تشکیل دادند واگذار می شود ولی پسترین و کسیفترین کارها را باید زندانیان سیاسی انجام دهند. انواع و اقسام زندانیان را به طور مداوم به زندان داخل یا خارج می کردند. قاچاقچیان مواد مخدر، سارقین، سارقین مسلح، اموال بازار سیاه، مست ها و فواهش. بعضی مست ها به قدری خطرناک بودند که سایر زندانیان ناچار می شدن به کمک هم آنها را ساکت کنند. یک بار چهار نفر معمور چهار دست و پای پیرزن شهست ساله ای را که سینه عظیم و فرو ریخته ای داشت و موهای سفیدش بر اثر کش و واکش پریشان شده بود و دائما نعره میکشید و لگد میزد به داخل اتاق آوردند. چکمه های بزرگ او را که سعی کرده بود با آن به معمورین لگد بزند از پایش بیرون آوردند و او را تقریبا به آغوش وینستون پرتاب کردند. بدن او به حدی سنگین بود که وینستون ابتدا تصور کرد که استخوان زانویش شکسته. پیرزن خودش را تکانی داد و در حالی که با مشت به معمورین اشاره می کرد فریاد زد، پدر سوخته ها سگ پدرها و بعد گویی تازه متوجه شده که روی چیز ناهمواری نشسته است خود را رو از روی زانوی وینستون به طرف نیمکت لغزاند و گفت ببخش عزیزم نباد رو پای تو میشستم تقصیر این گداهای پدر سوخت است نمیدونن با یه خانم چطور باید رفتار کرد نیست اندکی مکس کرد سینهاش را مرتب نموند و ادامه داد معذرت میخوام حال خودم رو نمیفهمم و بعد خم شد و ناگهان استفراغ کرد آنگاه در حالی که به عقب تکیه میداد و چشمهایش را میبست گفت بهتر شد هیچ وقت تو شکمت نیگه ندار بذار بیاد بیرون این عقیده منه بذار موقعی که هنوز سر شکمته بیاد بیرون دوباره راست نشست. سرش را برگرداند و نگاهی به وینستون انداخت. چنین به نظر می رسید که بلافاصله فاصله به او علاقه من شده. دستش را به دور گردن وینستون حلقه کرد. او را به طرف خود کشید و با هر نفس بوی آب جوی آمیخته به استفراغ را به بینی وینستون می فرستاد. اسمت چی عزیزم؟ اسمیت. این اسم فامیل منه اسمیت خیلی خوشمزه است اسم فامیل منم اسمیته و بعد با لحنی حاکی از احساسات مختلف گفت از کجا معلومه ممکن من مادرت باشم وینستون فکر کرد که امکان دارد که او مادرش باشد سن و اندامش در حدود سن و اندام مادرش بود و این عجیب نبود که اشخاص پس از گذراندن 20 سال در یک اردوگاه کار اجباری تغییر کلی پیدا کنند. جز این زن هیچ کس دیگر با او صحبت نکرده بود. مجرمین عادی به نحوی که تا حدی تعجب آور بود اصلا وجود زندانیان سیاسی را ندیده می گرفتند. و با یک نوع تحقیر که در عین حال حاکی از بیعلاقگی ایشان نیز بود آنها را سیاسی ها می نامیدند. به نظر می رسید که زندانیان سیاسی از صحبت کردن با زندانیان عادی و حتی از صحبت کردن با خود سخت وحشت دارد. یک بار وقتی دو نفر از زندانیان سیاسی که هر دوی آنها نیز زن بودند روی نیمکت به هم فشرده میشدند وینستون در میان صداهای درهم و برهم اتاق چند کلمه را که به طور زمزمه مانند و با عجله گفته میشد و مخصوصا اشاراتی را که به اتاقی به نام سفر یک می میشد و او مفهوم آن را درک نمی کرد. استراق سم نمود احتمالا دو یا سه ساعت پیش او را به این سلول آورده بودند درد شکمش اصلا از بین نمی رفت ولی گاهی شدت و گاه ضعف پیدا می کرد و افکارش متناسب با آن منقبض و منبسط می شود. وقتی درد شدت پیدا می کرد او فقط درباره خود درد و گرسنگی شدیدش فکر میکرد و وقتی درد کمی کم میشد ترس و وحشت سراپایش را میگرفت لحظاتی میآمد که وقایعی را که تصور میکرد برایش اتفاق خواهد افتاد با چنان روشنی و وضوحی پیشبینی میکرد که قلبش مثل صدای پای اسبی که چهار نل می رود به تپش می افتاد و نفسش می ایستاد. ضربه خورد کننده باتون را روی آرنج هایش و ضربات چکمه های آهنین را روی ساق پایش احساس می. خود را میدید که روی کف اتاق افتاده و به خود می پیچد. میکشد و از میان دندانهای شکسته و خونالودش عف می طلبد. درباره جولیا خیلی به ندرت فکر می کرد. نمی توانست فکرش را متوجه او کند. او را دوست داشت و به هیچ وجه فکر خیانت به او را به خود راه نمیداد ولی این نکته فقط حقیقتی بود که او آن را مثل قوانین ریاضی قبول می کرد دیگر نسبت به او عشقی احساس نمیکرد و حتی در این باره که چه به سر او می آید فکر نمیکرد اما گاه گاه با یک نوع امید ضعیف درباره اوبراین به فکر فرو می رفت. اوبراین لابد میدانست که او را دستگیر کردند. او گفته بود که سازمان و خوت هرگز برای نجات اعضای خود کوششی نمی کند. اما موضوع تیغ خود تراش به جای خود باقی بود. و آنها اگر می توانستند تیغ خود تراش برای او می فرستادند و احتمالاً پنج دقیقه طول می کشید تا مراقبین وارد سلول شوند و در طی این مدت او می توانست خود را راحت کند. تیغ با یک نوع سرمای سوزان به بدن او فرو می رفت و حتی انگشتانی که آن را نگه داشته بود تا استخوان بریده میشد درباره هر چیز که فکر میکرد بالاخره موضوع به بدن ضعیف و رنجورش که بر اثر کوچکترین درد میلرزید و خود را از وحشت جمع می کرد باز می گشت برایش معلوم نبود که اگر تیغ را به او برسانند و فرصت استفاده از آن را پیدا کند آیا از آن استفاده خواهد کرد یا نه؟ طبیعی این بود که شخص به لحظه لحظه زندگی پای بند باشد و حتی ده دقیقه دیگر از عمر را با یقین به اینکه به زجر و شکنجه منتهی خواهد شد قبول کند. گاهی اوقات کوشش می کرد که تعداد آجرهای چینی دیوار اتاق را بشمارد. این کار کار آسانی بود. ولی او همیشه در عواست دیوار حساب را از دست می داد. بیش از اینها به این فکر فرو می رفت که او را به کجا آوردند و چه ساعتی از روز است. در یک لحظه فکر می کرد که روز است و آفتاب میتابد و در لحظه دیگر درست برعکس تصور می کرد که شب است و تاریکی ظلمانی همه جا را فرا گرفته. اما بر حسب غریزه می دانست که در این سلول هیچگاه چراغ خاموش نخواهد شد. جایی بود که در آن تاریکی نبود و اینک خوب در میافت که چرا او براین اشاره او را ظاهرا درک کرده بود در ساختمان وزارت عشق هیچ پنجره ای نگذاشته بودند سلول او ممکن بود که در قلب وزارتخانه و یا در کنار دیوارهای خارجی در طبقه هفتم زیر زمین و یا طبقه سیوم روی زمین قرار گرفته باشد. در عالم خیال از طبقه ای به طبقه دیگر می رفت و سعی می کرد که به کمک احساس بدن خود درک کند که آیا از سطح زمین ارتفاع زیادی دارد و یا در عمق زیر زمین شده است. صدای چکمه از بیرون در به گوش رسید. در فولادی با صدای فلزی خاصی باز شد. یک افسر جوان که بدن لاغرش را با یک اونیفرم سیاه رنگ پوشانده بود و چنین به نظر می رسید که سراسر بدنش برق می زند و چهره رنگ پریده و جدی او شباهت به ماسک داشت با قدمهای منظم وارد سلول شد. بعد به معمورینی که پشت در ایستاده بودند اشاره کرد که محبوسی را که با خود آورده بودند وارد سلول کنند. امپلفورت شاعر لخ, لخ کنان به داخل سلول آمد. بعد در فولادی با همان صدا بار دیگر بسته شد. امپلفورد چند بار به این طرف و آن طرف اتاق رفت. گویی فکر می کرد که در گوشه دیگر سلول دری وجود دارد که می تواند از آن خارج شود. بعد در طول سلول شروع به راه رفتن کرد. هنوز متوجه حضور وینستون نشده بود. و چشم های کم نورش از یک متر بالاتر از سر وینستون به دیوارهای سلول خیره نگاه می کفش به پا نداشت و پنجه های کسیف و بزرگ پایش از سراخ های جوراب بیرون زده بود. معلوم بود که چندین روز است اصلاح نکرده زیرا ریش نسبتا بلندی گونه هایش را پوشانده بود و به او حالت درویشی خاصی می بخشید که با اندام بزرگ، ضعیف و بیحال و حرکات نیمه عصبیش هماهنگی داشت. وینستون حالت خوابالودگی و بیعلاقگی را تا حدی از خود دور کرد. باید با امپلفورد صحبت کند و خطر فریاد و نعره تلسکیرین را قبول کند. زمنان این تصور نیز می رفت که امپلفورد ممکن است حامل تیغ خود تراش باشد. گفت امپلفورد تلسکیرین نعره ای نکشید. امپلفورد مکسی کرد و کمی دچار حیرت شد. چشمایش آهسته به چهره وینستون دوخته شد. آه oh, اسمیت تو هم؟ تو رو برای چی آوردن؟ با ناراحتی روی سکو مقابل وینستون نشست و گفت حقیقت رو بخوای فقط یه نوع جرم وجود داره. اینطور نیست؟ و آیا تو این جرم رو مرتکب شدی؟ ظاهرا بله. دستش را به پیشانی گذاشت و گویی میخواهد چیزی را به یاد بیاورد چند لحظه به شقیقه هایش فشار آورد. بعد به طور مبهمی گفت این وقایع بالاخره اتفاق میافته. تونستم یه چیزی رو به یاد بیارم. چیزی که شاید برای اون به اینجا اومدم. بیشک این کار بی احتیاطی بود. ما مشغول تهیه چاپ جدید اشعار کیپلینگ بودیم. من کلمه خدا رو در پایان یکی از مصره باقی گذاشتم. میتونستم جلوی خودم رو بگیرم. و بعد تقریبا با خشم صورتش را بالا آورد و به وینستون نگاه کرد و گفت تغییر اون مصرع امکان نداشت قافیه راد بود آیا میدونی که در همه زبان ما فقط دوازده کلمه هم قافیه راد پیدا میشه روزها دنبال یک کلمه که باهاش هم قافیه باشه و در سایر ابیات ازش استفاده نشده باشه گشتم اما هیچ کلمه دیگه ای نبود قیافش تغییر کرد. نگرانی و ناراحتی رد شد و برای یک لحظه تقریبا خوشنود و راضی به نظر رسید. یک نوع حرارت روحی و شادی و مسرتی نظیر شادی شخص متظاهری که موضوع تازه‌ای برای تظاهر پیدا کرده باشد در چهرش و حتی موهای کثیف و جولیدش درخشید. هیچ وقت این نکته به ذهنت رسیده که سرنوشت تاریخ شعر انگلیسی رو این حقیقت تعیین کرده که زبان انگلیسی به اندازه کافی قافیه نداره. نه. این فکر هرگز به ذهن وینستون نرسیده بود. و علاوه بر این در این شرایط موضوع جالب توجهی هم به نظر نمی رسید. پرسید میدونی چه ساعتیه؟ امپلفورد دوباره نگران و ناراحت شد. در این باره اصلا فکر نکرده بودم. اونا دو روز یا شاید هم سه روز پیش منو دستگیر کردن. چشمهایش روی دیوارها به گردش درآمد. و گویی منتظر بود که روی یکی از دیوارها پنجرهای ببیند و گفت اینجا بین روز و شب هیچ اختلافی وجود نداره. نمیفهمم که چطور میشه حساب روزها رو نگه داشت. چند دقیقه دیگر هم صحبت کرد و بعد بدون اینکه ظاهرا دلیلی وجود داشته باشد نعره ای از تلسکرین بلند شد و دستور به سکوت داد. وینستون دستهایش را روی زانوها گذاشت و بی حرکت نشست. اما امپلفورت که اندامش بزرگتر از اندام وینستون بود نمی توانست به راحتی روی نیمکت باری که کنار اتاق بنشیند و خود را دائم جابجا جا می کرد. دست هایش را گاهی دور یک زانو و گاهی دور زانوی دیگری حلقه می کرد. تلسکرین نره زد که بی حرکت بنشیند. زمانی گذشت. 20 دقیقه یا یک ساعت. تعیین آن مشکل بود. بعد صدای چکمه از بیرون سلول به گوش رسید. اما و احشای وینستون منقبض شد. خیلی زود. شاید پنج دقیقه دیگر شاید هم همین الان صدای چکمه ها این مفهوم را پیدا می کرد که نوبت او رسیده است. در باز شد. افسر جوان با همان قیافه جدی و در هم رفته وارد سلول شد. با دست به امپلفورد اشاره کرد و گفت اتاق 101. امپلفورد در حالی که قیافش به طور مبهمی نگران شده بود ولی روشن بود که چیزی درک نکرده است میان دو نفر معمور با قدم های سوست از سلول بیرون رفت.